شما شعار ملت ایران رو گوش نکردی که میگه اوباما یا با اونا یا با ما. شما گوشتون رو گرفتید خانم سارا؟ شما نمیدونید که این در واقع پشت این جریانات چی هست؟ اگر کشورهای خارجی میخواستن سرزمین ایران رو رها کنن که در بدرش نمی کردن من در 60 سالگی بیام بنشینم اینجا و برای شما سخن بگم به جایی که الان باید بنشینم مطالعه‌ام رو بکنم، نمیدونم با همسرم بنشینم گپ بزنم، با نوه و نتیجم بنشینم سخن بگم، باید بنشینم جلوی این نور به قول معروف و مورد حمله دیگر هموطنانم قرار بگیرم که چرا از واقعیت و از دلاوری و از مبارزه سخن میگی؟ پولت کو؟ میدونی ارتش را خرج داره؟ خیال کردی که من الان ارتش شاهنشاهی ایران رو باز کردم، بازسازی کردم، الان هم اداره به چی میگن؟ دارایی رو گذاشتم پشتش، بودجه رو تصویب کردم، حالا بیا نفر 5000 تومان بگیرید. نه، اینطوری نیست. این ارتش نیست. شما از ارتش چیزی نمیدونید. از ارتشی که دلاوران تاریخ تشکیل دادن چیزی نمیدونید. بهتره که برید به جای که هوشنگ رو مخاطب قرار بدید بنشینید و مطالعه کنید که چگونه میشه یک ارتش رو تشکیل داد. سپارتاکوس چکر، گروش چکر، وقتتر چکر، دیگر سرداران و دلاوران جهان چگونه ارتش هاشون رو تشکیل دادن؟ که من پول از کجا میارم؟ شبختانه شما دوست من هستید. من اگه چند تا دوست مثل شما داشته باشم نیازی به راستی به دشمن ندارم، ولی این که شوخی هست. من پاسخ تمامی پرسش های جهان رو میدم. من گفتم من ارتش شاهنشاهی ایران رو طرحم رو در مقابل جهان اعلام کردم، در مقابل تمامی خردمندان و دانشمندان جهان. اگر پذیرفته نشد من دهانم رو میدوزم. چندین مطلب هست که من گفتم، اگر سخنی که میگم نتونستم انجام بدم دهانم رو میدوزم و مینشینم جلوی تلویزیون. اگر کسی بیاد به من ثابت کنه که فولادبند در حال ایشونوش هست من دهانم رو میدوزم. اگر در زمانی که من مناسب دیدم و طرحم رو برای بازسازی ارتش شاهنشاهی ایران گفتم و جهان نپذیرفت و خردمندان و دانشمندان جهان نپذیرفتند و گفتند عملی نیست، دهانم رو خواهم دو. شما خیال کردید من بچه هستم؟ نه گرامی من. وگرنه اگر شما برای نسل جوان تنان تمام گفتارهای شما رو یا یک دروغ میبینن تو ارتشی نمیبینن که نام شما را بشناسن، اوکی، یا اینکه برای یک عده رویا پرور صحبت میکنند که فقط البته میکنید باید باشید که فقط دوست دارن این چه میگن سانس گود برای اینو مینوشتید چیزا را بشنوند و مسئله نیست که عملی باشد. اما به قول آمریکایی یا سامسونگ اوکی. لطفا در این مورد وجدانا یک کم فکر کنید، نه عصبانی بشید و این سخن شما نابخردانه مرا یعنی خانم سارا رو مورد حمله قرار بدید. یک ذره فکر کنید، خانم سارا شما یه ذره مطالعه کنید. حالا به شما میگم که از شاهنامه فردوسی من این سفر رو برای شما باز کردم. مشخصات مرد نادان رو فردوسی گفته، ز نادان که گفتیم هفت است را،
یکی آن که خشم آورد بی گناه. حالا خشمی از من کسی ندیده، فریاد یک سرباز رو شنیدی، ولی خشمی که من ناسزا بگم به کسی و پرده حرمت رو و احترام رو بدرم تا به حال کسی از من نشنیده. گشاده کند گنج بر ناسزای، که ما البته گنجی نداریم هموطنان گرامی که بر ناسزا گشاده کنیم. نزو موز یابد به هر دو سرا، سه دیگر به یزدان بود ناسپاس، که اوشن ناسپاس یزدان نیست. این علامت سوم آدم نادامه که تا به حال کسی از اوشن ندید. تنخیش را در نهان ناشناس، که به راستی کمتر کسی در جهان هست که مانند هوشنگ تمامی وجود خودش رو بشناسه. من یک به قول معروف مادر دوم داشتم و این مادر دوم به من گفت که هوشنگ از سن بسیار جوانی، 16-17 ساله، هوشنگ همه ی زندگیش و تمام بدنش در کنترلش هست. دراستی سوگرد که همین گونه هست. چهارم که با هر کسی راز خیش بگوید، برف رازد آواز خیش. شما میخواید من بیام فرهم رو بگم که چگونه میخوام مثلا ارتش شاهنشاهی ایران رو بازسازی کنم. الان در گاهی که نه توان مالی هست و ملتی جلوی ما نشسته، ما این بوه رو بزنیم بدیمش دست اخاب و بدیم دست نمیدونم تلویزیون پارس و نمیدونم دیگران و دیگر تلویزیون های لس آنجلس و پراکنده در جهان. اینجا فردوسی گفته سب کنید در موقعش، زمانی که من ملت ایران رو دیدم پشت سرم ایستادن یا توان این رو داشتم که در ارتباط قرار بگیرم و توانستم برنامه سرنگونی جمهوری اسلامی رو بنیان بذارم و سرمایه گذاری کنم و برنامه ریزی کنم، اون وقت من این مطلب رو اعلام خواهم کرد که چگونه این کار رو میکنم و چگونه خرج و ارتش رو فراهم میکنم و از چه چیزی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده میکنم که پاسخ شما رو داده باشم. و جزء نفر چهارم، خصوصیت چهارم فردوسی گرامی قرار نگیرم. به پنجم به گفتار ناسود من، تن خیش دارد به درد و گزن. بشینم اینجا هلیت المتقین بکنم برای خودت، برو بخون، بشینم قرآن تفسیر کنم، برو بخون، بشینم نمیدونم درباره فلسفه صحبت کنم، برو خودت یاد بگیر، میخوای بگیر میخوای نگیر، من معلم نیستم. خرج منو کی بده؟ من که پول از کسی نمیخوام. بشینم اینجا معلمی چی بکنم؟ برو دانشگاه. همه کسان که توقع دارید از من بنشونم من به شیوه مثلا خانم زفاری جیر جیر بکنم، پشت بدار من کل درکر و من حلوا فز و به من چه، تازه من پسر فروشم و به مذهب دستی به احترام نمی کنم. هر چه باور داره داشته باشه، ولی به کسی هم اجازه نمیدم دار و دسته را بندازه تو خیابون و زنجیر تو سرش بزنه و زنجیر تو سر مردم، همه تو سر خودش بزنه، جگر ملت ایران رو با همه در بیاره. نه، این اجازه رو انجمن پادشاهی ایران نخواهد داد که سر چهار صبح با بانگ الله اکبر که یک نجاست تخمه نادرست مسلسل رو میگیره دستش و بچه های مردم رو به خاک و خون میکشه با بانگ الله اکبر، اجازه